سلام رفقا، دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا میکنید. من مسعود هستم و امروز میخوام مایکروسافت ایج جدید رو بررسی بکنم که اپریل 2020 پابلیش شده و واقعا بالاتر از حد انتظار کاربرها بوده، حداقل بالاتر از انتظار خود من بوده. اما قبل از اینکه بریم ببینیم که مایکروسافت چی برامون رو کرده، ازتون میخوام که چنل من رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فراموش نکنید. خب دوستان، طبق تصویری که دارید میبینید یه چند وقتی هستش که مایکروسافت ایج جدید رو در واقع به کاربرای خودش روی ویندوز ریکامند میکنه. من هم چند وقت پیش این نوتیس رو دیدم ولی خیلی جدی نگرفتم، ولی خب از اونجایی که شکل و شمایل آیکون ایج تغییر کرده بود کنجکاو شدم بدونم که در واقع چه امکاناتی به این امکانات اضافه شده. ضمن اینکه خیلی وقت بودش که تا اپریل امسال مایکروسافت هیچ بیلد جدیدی نداده بود و در واقع نرم افزارهای بیلتینش رو در واقع آپدیت نکرده بود. حالا بریم ما هم دیگه ایج جدید رو دانلود بکنیم و ببینیم که چه امکاناتی به امکاناتش اضافه شده. خب accept and download close run. یه جورایی دانلود و در واقع نصبش من رو یاد کروم میندازه، ولی خب با مدل متفاوت تر. من میتونم این پنجره ایج رو ببندم خب دوستان، نصب مایکروسافت ایج جدید تموم شد. همونطوری که میبینید، یعنی شاید شما متوجه نشید ولی چون روی سیستم من نصب شده، البته شما هم بعضی که نصب کنید این رو تجربه خواهید کرد. اگر روی سیستمتون گوگل کروم وجود داشته باشه متوجه میشید که کاملا با گوگل کروم شما سینک هستش. حالا من الان کروم خودم رو باز میکنم، میبینید که این فیوریت باری که این بالا هستش کاملا شبیه فیوریت باری هستش که من توی کروم دارم و این قسمت کاملا با در واقع سینک شده با گوگل کروم من. این اولین امکانی هستش که مایکروسافت ایج در واقع اضافه کرده و همونطور که میبینید کاملا ظاهر بروزر تغییر کرده. خب اول من میخوام کروم رو باز بکنم، شما ببینید که کاملا این فیوریت باری که این بالا هستش شبیه چیزی هستش که ما در واقع روی ایج میبینیم. بک‌گراند اضافه کرده و در تغییرات ظاهریش یکی از امکانات خیلی خوبی که اضافه کرده اینه که توی این قسمت پیج لیات اضافه کرده و در واقع همینطور که میبینید میتونید بذاریدش روی مود فوکس و کاملا بک‌گراند رو برمیداره و مثل یک کاربر حرفه‌ای که فوکس داره روی کارش میتونه در واقع اینجا سرچ بار رو ببینه. مود اینسپایریشن که مود دیفالت براوزر هستش، مود اینفورمال که در واقع مایکروسافت نیوز رو این پایین لانچ میکنه، و مود کاستوم که در واقع هر حالتی که خودتون بخواید میتونید بذارید. یکی از ویژگی‌هاش اینه که ایمیج آپدیت مایکروسافت رو میتونید ببینید یا شو کویک لاین رو، و در واقع هر امکانی که میخواید رو این پایین توی کانتنت ویزیبل اضافه بکنید. من میذارمش روی حالت در واقع اینسپایریشن یعنی الهام بخش. این در واقع اولین امکانیه که تو تغییرات ظاهری
اعمال کرده و اینکه در واقع با گوگل کاملا سینک هستش. خب بریم سراغ امکان دومی که اضافه شده. یه چیزی که واقعا فراتر از انتظار خود من بودش، اینکه در واقع شما با مایکروسافت ایج جدید میتونید یک سری وب اپلیکیشن تولید بکنید. حالا اینکه چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم الان با هم دیگه میبینیم. مثلا به عنوان مثال من روی گوگل گوگل مپ رو باز میکنم. از منوی اصلی که با سه نقطه گوشه بالا سمت راست تصویر هستش در واقع سیتینگ رو باز میکنم، روی گزینه اپ اینستال گوگل مپ رو میزنم و این رو اینستال میکنم. اتفاقی که میفته پیجی رو که دیدید به صورت اپلیکیشن برای من باز میکنم و ازش یه دونه آیکون روی دسکتاپ میسازه. بریم آیکونش رو روی دسکتاپ ببینیم. من اینو میکشم کنار. اومد از گوگل مپ واسه من یه دونه اپلیکیشن ساخت، در واقع یک وب اپلیکیشن ساخت. اگر این پنجره رو من ببندم از این ور روی گوگل مپ کلیک بکنم، گوگل مپ رو به صورت وب اپلیکیشن برای من میاره. این امکانیه که در واقع توی ورژن جدید اضافه شده و فوق العاده کاربردیه. یه جوری دیگه از شورتکات یک وب پیج ساختن روی دسک و روی دسکتاپ گذاشتن خیلی جذاب‌تره. بریم سراغ امکان سومی که اضافه شده. امکان سومی که در واقع به مایکروسافت ایج اضافه شده اینه که مایکروسافت ادعا میکنه که خیلی سریعه، حتی ادعا میکنه که از گوگل کروم هم سریعتر هستش. به خاطر همین من میخوام تست بکنم ببینم آیا واقعا سریعتر هستش یا خیر. من به عنوان مثال این طرف یوتیوب رو باز میکنم ببینیم چند ثانیه طول میکشه که لود میکنه. احساس کردم با توجه به اینکه ما توی ایران وی پی ام میزنیم خیلی سریع این کار انجام داد. منتظر میشم لودش تموم بشه. خب این طرف کروم رو دارم روی یه دونه تب جدید، یوتیوب رو باز میکنم. تقریبا با توجه به این که من بارها یوتیوب رو در واقع روی کروم کش کرده بودم، حس کردم که مایکروسافت ایج از سرعت خوبی برخورداره. زمانهاش هم که مشخص بودش. دوست دارم یه بار دیگه این تب رو ببندم و دوباره این کار رو انجام بدم. روی تب جدید، حالا بعد از اینکه یک بار کش شده و روی کروم، روی تب جدید احساس بکنم کروم سریعتر داره این کار رو انجام میده، اما ایج هم واقعا فراتر از انتظار من بود. فکر میکردم بیشتر از این حرفا طول بکشه که پیج رو باز بکنه، ولی مثل اینکه کاملا روی سرعتش کار شده و اپتیمایز شده. این هم امکان سوم بودش که در واقع روی ایج انجام شده و سرعتش کاملا بیشتر شده. امکان
جدیدی که الان اضافه شده و خیلی اینترستدم که بهتون نشونش بدم و بسیار کاربردیه واقعا، از اینکه متوجه شدم مایکروسافت یه همچین امکانی به یک بروزر اضافه کرده خیلی هیجان زده شدم. فوق‌العاده کاربردیه، امکان کالکشن کردن هستش که شما از اینجا میتونید در واقع کالکت بکنید، ولی نه یک پیج رو، میتونید محصولی در یک پیج رو در واقع کالکت بکنید، لینک هاش رو کالکت بکنید. حالا لینک های خرید هست همونجور که میبینید یک تگ در واقع به یک پروداکت زده شده، میتونید یک بلیت رو کالکت بکنید، یک ویدیو رو کالکت بکنید. اما بریم ببینیم این کار چجوری انجام میشه. فرض میکنیم مثلا من توی سایتی مثل آمازون هستم، بذارید من وارد آمازون بشم و اینجا یه محصول رو توی آمازون انتخاب میکنم. مثلا به عنوان مثال ببینیم که خودش چی ریکامند میکنه. کتونی. مثلا من این کتونی رو میبینم و میخوام که در واقع استارت نیو کالکشن رو میزنم و اد کانت پیج میکنم. همونطور که میبینید لینک این محصول با عکسش در واقع اینجا از amazon.com برای من کالکت شد. بنابراین دیگه نیازی نیست وقتی یک لینکی رو میخوام سیو بکنم این لینک رو حتما فیوریت بکنم. چرا؟ چون این لینک یک محصوله و من همیشه بهش سر نمیزنم. بنابراین میتونم این کار انجام بدم، یا مثلا یک گیفت کارت رو میتونم در واقع توی کالکشن خودم کالکت بکنم، ضمن این که میتونم اینها رو در واقع اکسپورت بکنم به ورد و اکسل و اونجا رو در واقع به صورت یک لیست به من نشون بده. این هم امکان فوق‌العاده کاربردی هستش که در واقع مایکروسافت به ایج اضافه کرده و فوق‌العاده هم عالی. این هم امکان بعدی بود. میخوایم بریم سراغ امکان پنجمی که اضافه شده و ببینیم که چی. خب همونطوری که میبینید مایکروسافت تغییرات بسیار عمده ای توی ستینگ خودش اعمال کرده. من وارد قسمت پرایویسی اند سرویس شدم تا بهتون نشون بدم که مایکروسافت پرایویسی رو به چه شکلی درآورده و در واقع به سه قسمت عمده تقسیم کرده: بیسیک، بالانس و استریکت، که در واقع همونطور که میبینید توی هر کدوم از اونها پرایویسی به صورت متفاوتی اعمال میشه، که در واقع ریکامندد خودش همونجوری که اینجا میبینید رو حالت بالانس هستش. این رو ما از قدیم الایام حتی روی خود اینترنت اکسپلورر هم داشتیم، منتها اینجا در واقع اومده و پیش‌فرض ها رو تغییر داده. این یکی از امکاناتی هستش که اضافه شده. و امکان بعدی که توی ستینگ اضافه شده در واقع اپیرنس هستش، که شما میتونید دارک مود رو هم اضافه کنید در واقع به تنی که روی ایج میدید. کسایی که دوست دارن از دارک مود استفاده کنن، معمولا این دارک مود روی اپلیکیشن های موبایل زیاد دیده میشه و دوست دارن از دارک مود استفاده بکنن، میتونن بیان توی ستینگ گزینه اپیرنس رو انتخاب بکنن و تن رو روی دارک بذارن. البته من ترجیح میدم که لایت باشه، به خاطر همین برش میگردونم به حالت اول. این دوتا امکان رو هم من در واقع جفتش رو یه امکان در نظر گرفتم که اضافه شده به مایکروسافت ایج جدید. و اما بریم سراغ آخرین امکانی که میخوام بهتون معرفی بکنم، که اون هم خیلی هیجان انگیز و کاربردیه و خیلی از مشکلات رو حل کرده واسه کاربرایی که همیشه ترجیح میدادن از بروزرهای بیلتین مایکروسافت استفاده بکنن، حالا چه آی ای در گذشته و چه مایکروسافت ایج، که در واقع خیلی جالبه. این رو هم با هم دیگه ببینیم. برای معرفی این امکان
میتونم بگم که مایکروسافت واقعا یه کار خفن کرده. این ویژگی باعث شده که خیلی از کاربرها به اج میگن اج کرومیوم. دلیلش هم این هستش که هم مایکروسافت خودش اج رو در واقع با کروم سینک کرده. من دلیلش رو اینجوری بررسی میکنم که خب به هر حال در حال حاضر بیشترین یوزج از یک وب براوزر مال گوگل کروم هستش. دلیلش هم این هستش که کاربرهای پابلیک که در واقع از ادآن‌های تخصصی تر کمتر استفاده میکنن، مخصوصا از ادآن‌هایی که روی فایرفاکس وجود داره برای دیولوپرها، از این ادآن‌ها کمتر استفاده میکنن و بیشتر مد نظرشون اینه که استارت آپ یک براوزر سریع‌تر باشه. همشون سوق داده شدن به سمت گوگل کروم به خاطر اینکه کروم براوزر سبکی بودش. مایکروسافت اینطوری تصور کرده که اگر بتونه ایج رو با کروم سینک بکنه میتونه سهم بازار و اون مارکت شیر خودش رو حفظ بکنه. کاری که انجام داده خودش رو با کروم سینک کرده. اما ویژگی که میخوام بهتون نشون بدم در مورد اینه که مایکروسافت حتی اومده اکستنشن هایی که شما روی کروم استفاده میکنید رو روی ایج سوار کرده. یعنی شما هم میتونید از استور مایکروسافت بیاید و اکستنشن های خود ایج رو بگیرید و هم میتونید اکستنشن هایی که روی کروم سوار میشه رو از استور گوگل بگیرید. اما بریم ببینیم این کار چجوری انجام میشه. خیلی ساده وارد قسمت اکستنشن میشید. این قسمت جاییه که شما میتونید در واقع از استور مایکروسافت اکستنشن ها رو سرچ بکنید. اما همونطوری که میبینید اکستنشن هایی که من روی کروم خودم دارم اینجا لود شدن. اگر بخوام اکستنشن جدیدی بگیرم فقط کافیه allow extension from other store رو باز کنم و allow بزنم. حالا با این کار میتونم اکستنشن هایی که روی کروم هست رو هم از اینجا سرچ بکنم. این امکان جدیدی بودش که مایکروسافت اضافه کرده بود و کاملا کاربردی هستش. از این بعد کسایی که دوست دارن از دیفالت مایکروسافت به عنوان براوزر استفاده بکنن میتونن از این امکان جدید ایج بهره ببرن. خب دوستان با هم دیگه 5-6-7 از امکانات جدید، البته امکاناتش خیلی بیشتر از این هستش، من سعی کردم اونهایی که کاربردی تر هستن رو بررسی بکنم، اما با هم دیگه 6-7 از امکانات جدید براوزر مایکروسافت رو بررسی کردیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه از این قبیل ویدیوها خوشتون میاد کانال من رو سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو فراموش نکنید. تا بعد.